خاکساری فرقه مشهور تصوف در این پادکست قراره به سراغ یکی از طریقتهای معروف تصوف شیعه یعنی خاکساریه برم، پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خاکساریه یا دراویش خاکساری طریقی از طریقتهای تصوف در ایران هستند که از میان شیعیان برخواستند. این فرقه در دوران قاجار خصوصاً پس از سفر یکی از قلندران جلالیه هند به نام غلام علی شاه به ایران مشهور شد و ظاهراً تا پیش از اون با عنوان حیدریه معروف بود. خاکساریه به سه شاخه غلام علی شاهی، معصوم علی شاهی و نورایی تقسیم می شد که امروز خاکساران اکثراً از غلام علی شاهیان و تعداد اندکی از معصوم علی شاهیان هستند. امروزه خاکساران سلسله خود رو خاکسار جلالی ابو ترابی معرفی می کنند. اونها با ذکر واژه ابو تراب که کنیه علی ابن ابی طالب بود، ظاهراً در صدد بیان نوعی ارتباط میان سلسله خود و شخص علی ابن ابی طالب هستند. شاهزاده و بانو از جمله قصه هایی که ظاهراً در بین سده های 11 و 12 در هند نوشته شده بیان می کنه که برخی از قلندران جامه خاکستری می پوشیدند و بر چهره خود خاکستر می مالیدند و از این جهت به آیین اونها خاکساری می گفتند. شاید منشأ نامگذاری طریقت خاکساری هم چنین رسم و آیینی بوده باشه. معصوم علی شاه نویسنده طرائق الحقائق درباره وجه نامگذاری خاکساری بیان کرده اصل خاکساران از طایفه هندوست که برخی مرتازان آنها بی لباس در خاک می نشینند و خاک نرم سوده بر بدن می ریزند. امروز از واژه خاکسار اغراق در فروتنی هم استفاده می شه. مؤسس طریقت خاکساری شخصی به نام سید جلال الدین حیدر بوده. خاکساران رساله‌ای هم به وی نسبت دادند که در اون عقاید و آداب خاکساری شرح داده شده. اینکه سید جلال الدین حیدر کیست به درستی برای ما مشخص نیست. البته برخی از رساله‌های خاکساری وی رو سید جلال بخاری از چهره‌های تصوف سهروردی هند و پیشوای طریقت جلالیه پنداشتند. خاکساری همانند اهل فتوت سلسله خود رو به صحابی مشهور پیامبر اسلام سلمان فارسی منسوب می کنند. اونها همچنین در میان خود سلمان رو با نام سلطان محمود پاتلی می نامند. اگه تا اینجای پادکست رو دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. رساله های بر جای مانده از خاکساری دلالت بر این دارند که اونها در اصل از قلندران حیدری و همچنین تحت تأثیر طریقت جلالی‌اند. همچنین برخی عقاید خاکساریه به اهل حق هم شباهت داره، از جمله اعتقاد به افسانه هفت تنان و چهل تنان که اونها رو اشخاصی ملکوتی میدونن. از نظر طریقت خاکساریه مراتب سلوک در هفت مرتبه قرار داره. اول لسان. در این مرحله یکی از پیران طالب خاکساری رو توبه میده. طالب غسل کرده و پیر از سر و ابرو و سبیل و ریشه وی موی میچینه و طالب در مجلسی خاص تعهد میکنه تا اصول طریقت رو رعایت کنه. لسان در طریقت خاکساری یادآور قول دادن جوانمردان قولی در آیین فتوت. دوم پیاله. در این مرحله در مجلسی خاص چندین درویش به صورت سلسله ای می ایستند و با لنگی مشهور به لنگ چهل تن به یک دیگر وصل می شوند و از دست پیر یا قطب شربتی خاص می گیرند و به نوبت می نوشند. این رسم هم یادآور شرب در آیین فتوت. سوم کسوت. در عهد قاجار ظاهراً بازوی درویشانی رو که به این مرحله می رسیدند
با سکه‌ای داغ می‌کردند تا نشانی برای اونها باشه که این رسم امروزه منسوخ شده. چهارم، گل سپردن. در گذشته رسمی در دنباله مراسم داغ کردن در مرحله کسوت بوده که در اون مرید پس از چند روز داغ خود رو به پیر نشان می‌داده. پنجم، جوز شکستن. در این مرحله درویش خاکسار نزد یکی از پیران اهل حق سر میسپاره و اون پیر میوهی معطر و جنگلی به نام جوز رو در مراسمی خاص با کارد خورد میکنه و به اون میده. ششم، چراغی گرفتن. در این مرحله مرید طی مراسمی خاص چراغی که چند شمع روشن داره رو از پیر میگیره. و هفتم، ارشاد. در این مرحله مرید لنگی خاص از پیر میگیره. برای همین در رساله های اونها به جای سند خرقه از لنگ و جاری شدن لنگ سخن گفته شده. با وجود رسم ارشاد در این طریقت، خاکساریه رو همچنین جزو طریقت های بی سلسله هم محسوب کردن. در آویش خاکساری در اواخر هر سال با نزدیک شدن نوروز بر در خانه اعیان و اشراف چادر میزنند و چند روزی رو در اونجا به سر میبرند و شعر میخونند و دعا میکنند تا صاحب این خانه به اونها پولی بده و چادر خود رو جمع میکنند. اونها همچنین در روزهای عاشورا و تاسوعا میان مردم سقایی میکنند و نوحه میخونند. هر کدام از دراویش خاکسار از مرشد خود رساله‌ای دست نوشته میگیره و موظفه که اون رو به همراه خود داشته باشه. از طرف قطب خاکساریه در هر شهری نقیبی حضور داره که اجازه داره از درویشان دورگرد رساله های اونها رو مطالبه کنه و اگر درویشی رساله نداشت یا به پرسش های نقیب پاسخ نده، نقیب وی رو از کسوت درویشی خلع میکنه. در میان دراویش خاکسار همچنین رسمی با نام طلب نشستن وجود داره. در این رسم اونها گاه در گوشه مسجد یا حرم امامزادهی معتکف میشند و هنگام سحر و غروب آفتاب در مدح علی ابن ابی طالب شعر میخونند. ابزارهایی از جمله خرقه، تاج، کشکول، کفنی، تخت پوست، عصا و سنگ قناعت از جمله وسایل دراویش خاکساری است. در زمان قاجار درویشان عجم جزوی از سلسله خاکساری محسوب می شدند. اونها پس از طی مراحل سلوک در طریقت خود به خاکساری می پیوستند و گروه های دیگه خاکسار اونها رو پستر از خود و خدمتگزار خود می دونستن. با این حال رساله وسیلت و نجات که از یکی از دراویش عجم عهد قاجار در دست ماست نشون میده که برخی از دراویش عجم با خاکساری ها اختلاف نظر داشتند و خود رو فرقه ای مستقل می دونستن. همونطور که اشاره شد، خاکساری به سه گروه غلام علی شاهی، معصوم علی شاهی و نورایی تقسیم می شده. قطب نامدار خاکساران غلام علی شاهی در اواخر عهد قاجار و اوائل دوران پهلوی بهار علی شاه یزدی متوفای 1355 قمری و قطب پیش از وی قطار علی شاه متوفی 1308 قمری بود. پس از فوت بهار علی شاه که در نجف ساکن بود و در عراق و ایران مریدان بسیار داشت، حاج مطهر علی شاه جانشین وی شد. حاج مطهر علی شاه که بیش از 100 سال زندگی داشت، به اصلاحاتی در طریقت خاکساری پرداخت و با آنکه صاحب خانقاهایی در کوفه و مشهد بود، مرکز خاکساری را تهران قرار داد. وی در دروازه دولت تهران در جوار جایگاه حاجب شیرازی درویش شاعر خانقاهی بنا کرد که همچنان باقیه. حاج مطهر علی شاه بنابر وصیت خود در لاهیجان در جوار مقبره شیخ زاهد گیلانی در باغچه‌ای متعلق به خاکساریه به خاک سپرده شد. امروزه
از سه گروه خاکساری بیش از همه دسته غلام علی شاهی و تعداد اندکی از معصوم علی شاهی در ایران باقی موندند که بیشتر در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، کرمانشاه و اهواز سکونت دارند. ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.